روز بخیر افغانستان. امروز چهارشنبه 4 اکتبر سال 2023 مصادف است با 2 میزان سال 1402 هجری شمسی. با فشرده مهمترین رویدادهای افغانستان، ایالات متحده آمریکا و جهان از اینکه میدیا خوش آمد. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و جولیا پارسی، دو تن از زنان فعال با اعضای خانواده هایشان از بازداشت طالبان شده است. این شبکه در قطعنامه که روز سه‌شنبه 3 اکتبر نشر شد گفته که ادامه این وضعیت هراس و وحشت را میان مردم افزایش میدهد و در ادامه 7 نکته را مطرح نمودند که باید به اجرا گذاشته شود. مهمترین آنها رهایی ندا پروانی، جولیا پارسی، متی الله ویسا فعال آموزش دختران، مرتضی بهبودی خبرنگار و رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون هرات گفته شده است. قابل ذکر است که ندا پروانی 15 روز پیش با همسر و فرزند خردسالش و همچنان بانو جولیا پارسی با پسر بزرگش 6 روز پیش از سوی طالبان بازداشت شده. از سوی دیگر متی الله ویسا، مرتضی بهبودی و رسول پارسی هم ماهاست که در زندان طالبان به سر میبرند و هیچ خبر در مورد رهایی آنها در دست نیست. هیئت به ریاست امید خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در افغانستان برای شرکت در نشست مجمع ترانس هیمالیا به چین رفت. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این هیئت در 3 نشست مجمع ترانس هیمالیا که در ولایت شیشانگ چین برگزار می شود شرکت خواهد کرد. قابل ذکر است که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان نیز در این هیئت حضور دارد. لی شانگوف وزیر دفاع چین اعلام کرده بود که دولت پکینگ به تلاش برای ثبات در افغانستان بدون هر گونه مداخله در امور داخلی این کشور ادامه خواهد داد. چین باز شدن مکاتب و اجازه دادن به کار زنان را موضوع داخلی افغانستان دانسته و به اصطلاح پایش را از درخواست برای بازگشایی مکاتب و کار زنان پس کشیده است. بنیاد دیانت بلژیک با انتشار بیانیه اعلام کرد که 7 انجمن اسلامی در این کشور که تحت عنوان هیئت امانگی اسلامی بلژیک در این کشور فعالیت دارند، در خصوص برگزاری دوره‌های آموزش جنسی در مدارس بخش فرانسوی زبان بلژیک به محکمه قانون اساسی این کشور شکایت کرده است. هیئت امانگی اسلامی بلژیک در بیانیه خود اعلام کرد که این قانون برخلاف ارزش‌های جهانی آموزش خانواده است. قانون بحث برانگیز آموزش جنسی اجباری در مدارس ابتدایی و متوسط در بلژیک در 7 سپتامبر سال روان توسط پارلمان فدرال این کشور تصویب شد. تعداد زیادی از خانواده های مسلمان در بلژیک با تجمع در بروکسل با تصمیم اخیر پارلمان این کشور برای تدریس مسائل جنسی در مدارس اعتراض کردند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید ماهانه حدود 800 کودک در شفاخانه مرکزی بدخشان تولد میشوند. این اداره ملل متحد میگوید که با کمک بانک جهانی از این شفاخانه و دیگر مراکز صحی در افغانستان حمایت میکند تا شهروندان این کشور بهترین فرصت برای تولد طفل سالم و صحتمند داشته باشند. سازمان جهانی صحت میگوید روزانه طور اوسط 167 کودک نوزاد در افغانستان جان خود را از دست میدهند. گزارش چند ماه قبل سازمان جهانی صحت گفت که میزان مرگ و میر مادران در افغانستان از مجموع 6 کشور همسایه آن بیشتر است. بنابر گزارش های گروه 2 از سناتورهای آمریکایی شامل جاک شومر رهبر اکثریت سنا در نظر دارد هفته آینده به چین سفر کند و امیدوار است که با رئیس جمهور شی جینگ پینگ ملاقات کند. یک سناتور جمهوری خواه که در بین امرهان این گروه است به رسانه ها گفت که مطمئن است گفتگوی بیشتر منجر به فرصت ها و امکانات بیشتر برای حل مناقشه بین پکینگ و واشنگتن خواهد شد. پس از دیدار نانسی پلوسی رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان در آگوست سال 2022 خط تماس تلفنی اضطراری میان ارتش آمریکا و چین قطع شد و روابط دو جانبه بیش از پیش به سردی گرایید. در همین حال کاخ سفید روز گذشته گفت که بایدن برای ملاقات با آقای شی رئیس جمهور چین در آشیای مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه که در ماه نوامبر در شهر سان فرانسیسکو برگزار می شود ابراز آمادگی کرده است.
هیئت 14 نفره متشکل از وزیر ارتباطات اسرائیل، رئیس کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان و مقامات سایر نهادهای اسرائیلی به منظور شرکت در نشست اتحادیه جهانی پست به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت. بر اساس بیانیه منتشر شده، کاری وزیر ارتباطات اسرائیل در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد و تماس‌های رسمی انجام خواهد داد. این دومین سفر رسمی از اسرائیل به عربستان سعودی طی یک هفته اخیر است. هایم کاتس وزیر گردشگری اسرائیل نیز هفته گذشته جهت شرکت در نشست سازمان جهانی گردشگری به عربستان سعودی رفت که این بازدید با عنوان اولین سفر یک مقام عالی رتبه اسرائیل به عربستان سعودی ثبت شد. یک مرد مکزیکویی پس از 23 سال انتظار سرانجام گرین کارت ایالات متحده آمریکا را دریافت کرد. خانواده او این لحظه را با کامرا ثبت و در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند که به زودی در رسانه های اجتماعی دست به دست شد. در این ویدیو این مرد در حالی که سند گرین کارت خود را باز می کند اشک می ریزد و سپس گرین کارتش را به کامرا نشان می دهد و در حالی که چشمانش را با دستش می پوشاند گریه می کند. این ویدیو نمونه از روند طولانی و سخت مهاجرتی امریکاست که بسیاری از مهاجران برای تحقق رویای خود برای زندگی در ایالات متحده امریکا تعیین می کنند. این بود فشرده مهمترین رویدادهای افغانستان. تا برنامه دیگر، بدرود.